مایک پنس، معاون رئیس جمهور قبلی آمریکا. رئیس جمهور بعدی ایالات متحده باید یک پیام بسیار بلند به مردم ایران بفرستد که ما با شما هستیم. ما باید پیامی به مردم ایران بفرستیم که ما با شما هستیم. طرفدار شما هستیم و می‌خواهیم آزادی شما را ببینیم. اما در این حال باید برای رژیم ایران روشن کنیم که نفوذ شرورانه آنها را تحمل نخواهیم کرد و هرگز دستیابی آنها را به سلاح اتمی تحمل نمی کنیم. مایک پنس، معاون رئیس جمهور قبلی آمریکا، طی جلسه‌ای در دانشگاه جورج تاون، دیکتاتوری آخوندی را حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان خواند و گفت: ما از توافق اتمی با رژیم ایران خارج شدیم. دولت بایدن 2.5 سال گذشته را صرف این کرده که به طور علنی و خصوصی از آخوندها در ایران التماس کند به این توافق برگردند. انتقال 6 میلیارد دلار به دیکتاتورها و مستبدین در تهران به ازای آزادی 6 آمریکایی غیر وجدانی بود. هرگز نباید برای گروگان‌های آمریکایی باج بدهید. In Tehran, in exchange for 6 Americans being freed, was unconscionable. پنس اضافه کرد: رژیم ایران حکومت اصلی حامی تروریسم نه فقط در آن منطقه بلکه در جهان است. و من فکر می کنم کاملا ضروری است که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده نسبت به این موضوع روشنبین باشد و به سیاست منزوی کردن رژیم ایران بازگردد. رئیس جمهور ایالات متحده باید یک پیام بسیار بلند به مردم ایران بفرستد که ما با شما هستیم. ایران is the leading state sponsor of terrorism in the world, not just in that region. And I think it's absolutely essential that the next president of the United States be clear-eyed about that and get back to a policy of isolating Iran. Last thought. And the president of the United States needs to send a deafening message to the people of Iran that we are with you. حقیقت این است که اکثریت مردم در ایران زیر 40 سال سن دارند. این جمعیت جوانی است. جمعیتی است که می‌خواهد آزادانه نفس بکشد. به اعتراضاتی که در خیابان‌ها روی داده، به ویژه به زنان شجاع در ایران بنگرید که در 2 سال گذشته تحت آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شدند و آخوندها سعی کردند آنها را سرکوب کنند و به سکوت بکشانند. ما باید پیامی به مردم ایران بفرستیم که ما با شما هستیم، طرفدار شما هستیم و می‌خواهیم آزادی شما را ببینیم. اما در این حال برای رژیم ایران روشن کنیم که نفوذ شرورانه آنها را تحمل نخواهیم کرد و هرگز دستیابی آنها را به سلاح اتمی تحمل نمی‌کنیم. I mean the truth is that the majority of people in Iran are under the age of 40. I mean it's a young population, it's a population that wants to breathe free. You look at the protests that have taken place in the streets and particularly courageous women in Iran who have been persecuted and jailed over the last 2 years to be put, you know, attempted to be put down in silence by the mullahs. We've got to send a message to the people of Iran that we're with you, we're for you, we want to see you have freedom, but at the same time, make it clear to Iran that we will not tolerate their malign influence, we will never tolerate them obtaining a nuclear weapon.